ازت ممنونم که روی این ویدیو کلیک کردی اگر قبلا داستانایی رو با صدای من گوش کردی ولی هنوز توی کانال سابسکرایب نکردی ممنون میشم که این کارو بکنی تا به من انرژی بدی برای ادامه راه و اگر هم اولین باره که داری به صدام گوش میکنیم امیدوارم که دوست داشته باشی و بمونی شب دوم دستای من رو گرفت و فشرد و خندان گفت خب پس توانستید زنده بمانید نه؟ از دو ساعت پیش اینجا منتظرم نمیدانید امروز بر من چه گذشت میدانم میدانم ولی برویم سر موضوع میدانید چرا آمدم؟ نیومدم که مثل دیروز یا عالم پرت و پلا بگویم میدانید باید در آینده عاقلتر از این باشم من دیشب خیلی فکر کردم از چه بابت؟ در چه مورد باید عاقلتر باشیم؟ من که حاضرم اما راستش رو بخواهید در تمام زندگیم عاقلانه تر از حالا هیچ کاری نکردم راست میگویید اول خواهش میکنم اینجور دست مرا له نکنید دوم که باید بگویم امروز درباره شما خیلی فکر کردم خب به کجا رسیدید به کجا رسیدم به اینجای که همه کار رو باید از اول شروع کنیم چون فکرهایم رو که کردم دیدم که از شما هیچ نمیدانم رفتار دیروزم خیلی بچگانه بود مثل یک دختر بچه بی تجربه و البته دیدم که همش تقصیر این دل ساده و بیشیل پیله من است خلاص این که کار به اینجا رسید که وقتی به کار خودم خوب فکر کردم رو سفید شدم مثل همه وقتی آنچه در دلشان میگذرد خوب زیر و رو میکنند برای همین است که برای اصلاح این اشتباه تصمیم گرفتم که شما را هرچه دقیقتر بشناسم و از تعاطوی کارتون سر در بیارم خودتون باید توضیح بدهید و سیر تا پیاز زندگیتون رو برایم تعریف کنید. حالا بگویید ببینم چه جور آدمی هستید؟ زود باشید همین حالا شروع کنید و داستان زندگیتان را بگویید. من دست باچه شدم و با تعجب گفتم داستان زندگیم چه داستانی؟ کی به شما گفت که زندگی من داستانی دارد؟ من هیچ داستانی ندارم که حرفم رو برید که چطور زندگیتان داستانی ندارد؟ پس چطور زندگی کرده اید؟ چطور ندارد؟ بی داستان؟ همینطور به قول معروف دیمی، تک و تنها، مطلقا تنها شما میفهمید تنها یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت هیچ کس رو نمیدیدید؟ نه، دیدن که چرا، همه رو میبینم ولی با این همه تنهایم یعنی با هیچ کس نمیزنید؟ به معنای دقیق کلمه با هیچ کس ولی آخر چطور؟ توضیح بدهید گرچه نه نمیخواهد توضیح بدهید من خودم حدس میزنم شما هم لابد مثل من یک مادر بزرگ دارید مال من کور است و هیچ وقت نمیگذارد من جایی بروم این است که حرف زدن پاک از یادم رفته دیگر نمیدانم چه جور باید با مردم صحبت کنم نزدیک دو سال پیش که پیش از اندازه شیطنت میکردم وقتی دید نمیتواند حریف من بشود صدایم کرد و پیرخنم را به لباس خودش سنجاخ کرد صبح تا شام ما همینجور به هم سنجاخ شده مینشستیم مادر بزرگم گرچه کور است جوراب میبافد و من پهلویش یا دوخت و دوز میکنم یا برش کتاب میخوانم دو سال است که همینجور سنجاق شده زندگی میکنم موسیقی است نه وای خدای من چه بدبختی بزرگی نه من مادر بزرگی ندارم که سنجاقم کند خب اگر ندارید پس چطور میتوانید همش در خانه بمانید گوش کنید میخواهید بدانید من چه جور آدمی هستم البته به معنی دقیق بله به دقیق ترین معنا خب من یک نقش نمایشم بازیگر یک نقش از اونها که در زندگی پیدا نمی شود دختر از ته دل خندید طوری که گفتی یک سال از نخندیده است و با تعجب گفت یک نقش نمایش؟ چه جور؟ چه بامزه بیاین اینجا روی نیمکت بنشینیم اینجا کسی رد نمی شود و حرف ما را نمی شنود. داستانتان را شروع کنید چون هرچه بگویید من باور نمی کنم که زندگیتان داستانی ندارد دارد و شما آن را مخفی می کنید. اول بگویید ببینم منظورتان از نقش نمایش چیست؟ نقش نمایش یعنی یه آدم غیر از همه، آنتیک، یه آدم مزهک. ببینم میدانید یک خیال باف چه جور آدمی است؟ خیال باف؟ اختیار داری؟ چرا ندونم؟ من خودم خیال بافم. بعضی وقتا که پهلوی در بزرگم نشستم نمیدونید چه خیالها به سرم میآید. جلوی خیالت رو که بازگذاشتی هر جور فکری که بگویی به سرت میآید. عروس امپراتور چین هم میشوم بعضی وقتا رویا پردازی خیلی چیز خوبی است بعد با لحن جدی افزود ولی نه شایدم چیز خوبی نباشد مخصوصا وقتی آدم خیلی فکرهای دیگر دارد که باید بکند چالی پس اگر عروس امپراتور چین هم شده اید باید خوب حرف مرا بفهمید حالا گوش کنید ولی صبر کنید ببینم من هنوز اسم شما را نمیدانم چه خوب عاقبت یادتون آمد وای اصلا یادش نبودم اسمتون رو ندانستم خیلی خوش بودم اسمم ناستنکاست ناستنکا؟ همین؟ بله همین کمتون است؟ چه مشکل پسندید؟ نه خیر کجا کم است به عکس از سرم هم زیاد است ناستنکا دختر خانم خوبه نازنین چه بهتر از این که شما از همین اول برایم ناستنکا باشید خوشحالم که عاقبت راضی شدید خب ناستنکا حالا گوش کنید ببینید داستان من چه مذحک است پهلوش نشستم با بیانی خالی از شوخی و پرتکلف طوری که گفتی از روی کتاب میخوانم شروع کردم ناستنکا نمیدانم میدانید یا نه در پترزبورگ جاهای خیلی عجیبی هست مثل اینکه خورشیدی که جاهای دیگر بر مردم این شهر میتابد به این کنج و کنارها کاری ندارد در این سوراخها خورشید دیگری میتابد که با خورشید آسمان فرق دارد و مخصوص این جوجاها ساخته شده آن هم با نور دیگری که خاص آن هاست در این جاها ناستنکای عزیز من مثل این است که زندگی جور دیگری است و با آنکه در اطراف ما می جوشد از زمین تا آسمان فرق دارد انگاری این زندگی مال اقلیم بسیار بسیار دور و ناشناخته است و با اصر بسیار جدی ما کاری ندارد این زندگی مخلوطی است از یک چیز بسیار زیبا و خیالانگیز که از یک آتش آرمانی درخشان است با یک چیزی که افسوس ناستنکا، اگر نگویم فوقالعاده پست و پلیده است دست کم از ظرافت شاعرانه دور است و به قدری مبتزل که نمیدانید وای خدا عجب مقدمه ای حالا بعد از این مقدمه میخواهید چه تعریف کنید گوش کنید ناستنکا من هیچ وقت سیر نمیشوم از اینکه شما را ناستنکا صدا کنم در این بیغوله ها آدم های خیلی عجیبی زندگی میکنند اینها خیال پردازند بله خیال پرداز. اگر این کلمه برایتان کافی نباشد و تعریف دقیقتری بخواهید میگویم که اینها آدم نیستند بلکه موجوداتی هستند میان آدم و حیوان اینها اغلب در جایی در گوشهای کنج و کنار پنهانی میخزند انگار میخواهند خود را رو از روشنایی روز هم پنهان کنند وقتی به این کنج دنجشان رسیدند همانجا میچسبند مثل یک حلزون دست کم از این حیث شباهت زیادی دارند به جانور جالبی که هم جانور است هم لانه جانور و اسمش لاک پشت است حالا شما خیال میکنید چرا اینقدر به این لاکشان دل بستند؟ به این چهار دیواری که رنگش حتما از کپک سبز شده و دود زده و به قدری غم انگیز است و به قدری پر از دود سیگار که آدم در آن خفه می شود. چرا؟ چرا وقتی یکی از دو سه آشنای این آدم مزهک به دیدنش میآید که البته همین دو سه نفرم به تدریج فراموشش می کنند این آدم اینجور دست باچه می شود و خجالت می کشد و پریشان می شود. بعد هم با آدم تازه از راه رسیده طوری برخورد می کند که انگاری ساعتی پیش در همین دخمه مرتکب جنایتی شده است. انگار اوراق بهادار جل می کرده یا اشعار تندی می گفته تا همراه نامه بی امضا بفرستد به دفتر روزنامه یا ادعا کند که سراینده این اشعار از دنیا رفته و حالا او در مقام دوست شاعر فقید وظیفه خودش می داند که اشعارش را منتشر کند. حالا که چرا گفتگو بین این آدم و مهمانش گرم نمی شود؟ چرا خنده از لبان این مهمانی که ناگهان به سرش زده که به دیدن این آدم عجیب بیاید ناپدید می شود و لطیفه که میخواسته بگوید بر زبانش خشک می شود؟ حالا که معمولا این آدم خنده رو و بزلگو بوده است و مخصوصا دوست دارد درباره جنس لطیف و به طور کلی مطالب نشاتاور دیگر حرف بزند. چرا؟ دست آخر چرا این دوست به احتمال زیاد نوآشنا در همون دیدار اول که البته بار دومی هم در پی نخواهد داشت چون دیگر رغبتی به دیدار او پیدا نخواهد کرد این آدم خجالت می کشد و گرچه خیال بگو و بخند داشته البته به فرض اینکه داشته باشد به دیدن پریشانی صاحبخانه خانه اینجور مثل یک تکه چوب خشک می شود و چرا صاحبخانه با وجود تلاش فوقلاده اما بی برای باز کردن سر صحبت و گرم کردن و رنگین کردنش و کوشش بیفایدش به اینکه نشان بدهد که از آداب معاشرت بیخبر نیست و او هم میتواند درباره زنها حرفهای شنیدنی بزند پاک پریشان شده و هاج و واج مانده است زیرا او هم میخواهد به هر قیمتی شده دل مهمان بینوا را که از سر اشتباه دیدن او آمده و از کرده خود پشیمان شده به دست آورد و نشان دهد که میخواهد او را سرگرم کند و سرانجام چرا مهمان ناگهان کلاهش را بر می دارد و به بهانه اینکه به یاد کار بسیار واجبی افتاده که البته دروغ می گوید با عجله او را ترک می کند و دست خود را به زور از دست او که به گرمی آن را می فشارد و به هر شکلی که بتواند میخواهد پشیمانی خود را نشان دهد و رفتار ناپسندش را جبران کند بیرون می کشد. چرا دوست بعد از خروج از خانه این آدم قاه قاه می خندد و همانجا عهد می کند که دیگر هرگز به دیدن این دیوانه نیاید. هرچند که این دیوانه واقعا آدم بسیار خوشقلب و بیازاری است در عین حال هیچ جور نمیتواند در بعضی حوث های ساده و بیزبان را بر تخیل خود ببندد مثلا میان قیافه این مهمان و بچه گربه نزاری شباهتکی سراغ می کند. بچه گربه ای که قربانی شیطنت بچه ها شده و بچه ها ترساندندش و در بندش کشیدند و همه جور عذابش دادند. عاقبت از دست آنها گریخته و زیر صندلی پناه جسته و یک ساعت تمام در تاریکی فینفین و فرتوفورت کرده و صورت رنجورش را با هر دو دست گربه شور کرده و مدتها پس از آن گیرودار همچنان به همه چیز و به زندگی به چشم خصومت می و حتی به باقی مانده غذای ارباب که گیس سفید خانه از راه ترحم جلوش گذاشته بود نگاه نمی کرده است. ناستنکا که در این مدت با تعجب و با چشمانی گشاد منده به من گوش می‌داد. عاقبت به میان حرفم دوید و گفت ببینید من از کجا بدانم که تمام اینها چرا پیش آمده و اصلا این سوال موسی که شما از من چه معنی دارد ولی یک چیز را خوب میدانم و آن این است که این ماجراها همه به سر خود شما آمده است من با لحنی بسیار جدی جوابش دادم البته بیشک همینطور است ناستنکا جواب داد خب پس اگر بیشک همینطور است ادامه بدهید چون خیلی دلم میخواهد باقیش را بدانم شما ناستنکا میخواهید بدانید که این قهرمان ما یا بهتر است بگویم خود من در کنج آن دخمه چه میکردم قهرمان این ماجرا همین بنده حقیر است شما میخواهید بدانید چرا من از اینکه رفیقم اینجور بیخبر به دیدنم آمده بود دست باچه شدم و تا شب پریشان ماندم میخواهید بدانید که چرا وقتی در اتاقم باز شد آنجور از جا پریدم و سرخ شدم چرا بلد نبودم از مهمانم پذیرایی کنم و پذیرایی از مهمان برایم به قدری سنگین بود که زیر بار آن له میشد ناستنکا جواب داد بله بله درست گفتید همین رو میخواهم بدانم ولی ببینید شما خیلی قشنگ تعریف میکنید نمیتوانید ساده تر حرف بزنید اینجور مثل این است که از روی کتاب میخوانید من به زحمت جلوی خنده خودم را گرفتم و با لحنی جدی و موقر گفتم ناستنکای عزیز من خودم میدانم که قشنگ قصه میگویم ولی متاسفم که جز همین جور بلد نیستم ناستنکای شیرین من من حالا مثل جن حضرت سلیمانم که بعد از اون حبس هزار سالش در اون کوزه که درش با مهر هفت افسون بسته بود ناگهان ببیند که همه آن افسون ها باطل شده و او آزاد شده است ناستنکای عزیز حالا ما بعد از این هزار سال جدایی باز هم به هم رسیده ایم چون من شما را خیلی وقت دست می شناسم ناستنکا من همیشه کسی رو میجستم و این نشان آن است که این کس شما بوده اید. و دست تقدیر حالا ما را به هم رسانیده است حالا در ذهن من هزار شیر باز شده و سیل کلمات را افتاده و من نمیتوانم جلوی آن را بگیرم وگرنه خفه می شدم. این است که خواهش می کنم دیگر رشته کلامم را نبرید و مثل یک دختر خانم خوب حرف شنا گوش کنید وگر دیگر حرف نمی زنم. نه 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 ابدا حرف بزنید من دیگر دهن باز نمی کنم خب پس ادامه می دهیم ناستنکای عزیز در هر روز ساعتی هست که من خیلی دوست دارم این همان ساعتی است که کار تمام می شود و همه مؤسسات و اداره ها تعطیل می شوند و مردم با شتاب به خانه می روند برای خوردن غذا و استراحت و ضمن راه شیوه های دلچسب تازه برای گذراندن شب و به طور کلی ساعات فراغت خودشان پیدا می کنند در این ساعت قهرمان ما هم چون اجازه بدهید ناستنکا که از او به صورت سوم شخص حرف بزنم چون گفتن این حرفها به صورت اول شخص زیادی اسباب خجالت است بله در این سال قهرمان ما هم که البته مثل همه آدم ها کاری دارد همراه دیگران به راه میافتد اما احساس لذت عجیبی بر چهره رنگ پریده و گفتی کنف شدهش نمایان است به سرخی شفق که به آهستگی در آسمان سرد افق پترزبورگ رو به خاموشی است با علاقه نگاه می کند. اما نه نگاه نمی کند. بلکه غرق در خیال به آن چشم دوخته است انگاری خسته است یا طوری که انگاری ذهنش به چیز جالبتری مشغول است طوری که گفتی جز با نگاه های کوتاه و ناخواسته به اطراف خود نمی پردازد. خوشحال است که تا روز بعد از کار نادلپذیرش فارغ شده است مثل طفل مدرسه ای که از کلاس بیرونش کرده باشند و آزاد باشد که هر جور بخواهد به بازی و شیطنت بپردازد ناستنکا از پهلو نگاهش کنید فورا می بینید که شادی بر اعصاب ضعیف و بر تخیلش که به صورت بیمارگونهی برانگیخته است اثر خوشی گذاشته است. تماشایش کنید. ذهنش به چیزی مشغول است. با خود می گوید یعنی به چه چیز فکر می کند؟ به شامش یا به کارهایی که خیال دارد شبش را با آنها پر کند؟ به چه چیز اینجور نگاه می کند؟ یعنی با آن آقای متشخص و خوش سر و پوزی که با آن آب و تاب با آن بانویی که در آن کالسکه مجلل با آن اسبهای تیز روش رد می شود کرنش می کند؟ نه ناستنکا او به این چیزهای ناقابل کاری ندارد او حالا با آن زندگی فردی و فوقالعاده خود سر به فلک فرود نمی آورد. او به یک لحظه دولتمند شده خورشید که در افق دارد مشعلش را پیش پای او خاموش می کند وداعش را عبس برای او نمیفرستد. و بیهوده نیست که با لبخند گرم خود این همه احساسهای لطیف را در دل او بیدار می کند. او حالا به این خیابان که پیش از آن ناچیزترین چیزش توجهش را به خود میخواند و ممکن بود به حیرتش اندازد اعتنایی ندارد در این لحظه ایزد بانوی خیال نمیدانم ناستنکای عزیز شما شعر جوکوفسکی رو خوانده اید یا نه با دست های و افسونگر خود تارهای پرنیانی خود را تنیده و در کار است که نقش های حوش رو با یه زندگی شگفتانگیزی پیش چشم دل او بتند. و کسی چه میداند؟ چه بسا همین دست ها او را از روی پیاده روی گرانیتی که راه خانه اوست برداشته و به زیر گنبد بلورین آسمان هفتم بالا برده باشد. حالا شما برای امتحان او را نگه دارید و بی مقدمه از او بپرسید که در این لحظه کجاست؟ و در کدام خیابان راه می رود. یقین بدانید که هیچ یادش نیست. نمیداند کجا می رفته و نه اینکه حالا کجا ایستاده است. اوقاتش تل خورنگش سرخ می شود و برای اینکه از راه ادب به شما جوابی داده باشد درست و نادرست چیزی می گوید. دلیلش این که وقتی بانوی سال خورده بسیار محترمی که راهش را گم کرده با نهایت ادب از او راهنمایی نمایی می خواهد، تکانی می خورد و جیغکی می کشد و وحشت زده به اطراف خود نگاه می کند. و با اوقاتی تلخ و سگرمهی در هم به راه خود ادامه می دهد. و هیچ متوجه نیست که رهگذران به اون نگاه می کنند و می خندند و با کنجکاوی بر می گردند و دختره که از رفتار عجیب او اول میترسد و کنار می رود به او راه میدهد. اما بعد به دیدن حرکات سر و دست و لبخند فراخی که خیال بر لبانش برجوشانده بود به صدای بلند می خندد. اما همان خداوند خیال آن پیربانو و آن رهگذران کنجکاو و دخترک و موژیکهایی را که قایقهای خود را به کناره آبراه فانتانکا بستند حالا فرض کنیم قهرمان ما از کنار فانتانکا بگذرد تا شبشان را آنجا بگذرانند همه را طی پرواز هوسناک خود به آسانی میبرد و در نقش پرنیان خود میبافد گفتیم مگسی در تار انکبوتی گرفتار خیالباف ما با خیالهای نوخواسته به کنج خلوت خود می و سر شام می نشیند و مدتها پس از آنکه شامش را خورد هنگامی به خود می آید که ماتریونا همان پیرزن افسردهی که همیشه در خیالات خود فرو رفته و خدمتش را می کند بسات شامش را جمع کرده است و پیپش را چاق می کند و به دستش می دهد. به خود می آید و با تعجب می بیند که شامش را هم خورده و خود خبر ندارد. اتاقش تاریک است و جانش خالی و دلش افسرده. دنیای خیال در اطرافش بی صدا فرو ریخته و ناپدید شده است و اثری از آن باقی نیست. مثل خواب طوری که روحش خبر ندارد که چه خوابی بوده. اما احساس مبهمی در دلش دردی خفیف فدید می آورد و هیجان در سینهش می جوشد. میلی تازه وسوسهش می کند. و دل ضعیفش را جان میبخشد و به آهنگی نامحسوس خیلی بزرگی از اشباه تازه را فرا میخواند و دور هم جمع می کند. در اتاق که او سکوت حاکم است تنهایی و رخوت طفل خیالش را به مهربانی نوازش می کند و در آغوش می فشارد و اخگر آن را به نرمی شعله ور می کند. طوری که بر می جوشد. مثل آب در کتری ماتریونای پیر که به آرامی در آشبازخانهش می پلکد و تفاله قهوه خود را می جوشند. شعله خیال کم کم بیقراری می کند و زبانه می کشد. کتابی که بی قصدی خود به خود برداشته بود سه صفحه نخوانده از دستش فرو میافتد. نیروی تخیل دوباره سر بلند کرده و ناگهان باز او را به جهان جدیدی برده که با دلفریبی افسون کننده در برابر او روشن می شود و منظره دلانگیزی پیش دیدگان خیالش می درخشاند. رؤیای تازه ای او را دوباره شیرین کام می سازد. یک خوراک دیگر از سم می شیرین و شهوانی وای در این اقلیم واقعیات ما او چه بجوید ما ناستنکا یعنی شما و من در چشم شیفته او به کندی و در عین بتالت زندگی میکنیم ما در چشم او از سرنوشت خود ملولیم و بار زندگی روزانهمان را با مشقت بر دوش میکشیم و به راستی هم نگاه کنید واقعیت را ببینید در نظر اول میانه ما چه سرد و غمانگیز است انگاری از هم دلچرکینیم خیال باف من چون به ما نگاه می کند در دل میگوید گوید بی کوربخت و این عجیب نیست به این اشباه افسونی نگاه کنید به این فریبندگی این جور حوث بازانه در این میدان بیکران به این فراخی پیش چشم و پیچان در هم میآویزند و با هم می آویزند. طوری که تابلوی سهرامیز و روهنگیز پدید میآورند. که خیال باف ما با آن وجود عزیزش صد البته در ارجمندترین جای آن قرار دارد. تماشا کنید چه ماجراهای جو و جور و چه هنگامه دلانگیزی از رویاهای بی پایان. لابد میپرسید این خیال باف چه رویاهایی می‌پردازد؟ اما این که سوال ندارد. او رویای رسالت شاعری را می‌پردازد که ابتدا کسی اعتنایی به او نداشته و بعد تاج افتخار بر سرش می‌گذارد. رویای دوستی با حفمان، رویای شب سن بارتلمی رویای دایانا ورنون و کلارا موبریو افیدینز و مینا و برندا رویای اسخوف و هوس در پیشگاهشان رویای دلاوری های ایوان واسیلیویچ در تصرف قازان رویای سرکشی انبات در روبرت ابلیس شما آهنگش رو به یاد دارید؟ بوی گورستان می دهد. دیگر برایتان بگویم رویای نبرد برزینا قرائت یک شعر نزد کنتس وادا رویای دانتون و کلوپاترا و خانه کوچک کلومنا و رویای کنج دنجی در کنار محبوب مهربانی که یک شب زمستانی با ششمان قشنگ و دهان ملیح بازماندش به حرفهای او گوش میدهد درست مثل شما که حالا دارید به حرفهای من گوش میدهید بله فرشته نازنینم نه ناستنکا این زندگی که من و شما اینقدر آرزوش رو داریم به کار او این الدنگ تنبل شهوت پرست نمی آید. او این زندگی را مسکین و مفلوک می داند و خبر ندارد که برای او هم ممکن است روزی ساعت نافرجامی فرا رسد که در ازای یک روز از همین زندگی فلاکت بار تمام سالهای رویایی خود را به تیب خاطر بدهد و آن هم ندر عوض شادی و سعادت بلکه در آن ساعت رنج و ندامت و اندوه بی پایان در بند انتخاب هم نباشد. اما اجالتا این ساعت وحشتناک نرسیده و او هیچ حسرتی بر دل ندارد زیرا او مافوق آرزو است زیرا هرچه بخواهد دارد او سیر است زیرا خود خداوند زندگی خیش است هر ساعت آن را به فراخور میل دل از نو می و به راستی این زندگی خیال و افسانه چه آسان و چه طبیعی آفریدنی است مثل این است که اینها تمام به راستی اوهام نیست آدم گاهی میخواهد باور داشته باشد که اینها تمام از برانگیختگی حواس نیست یک جور سراب یا فریب خیال نیست و به راستی واقعی است حاضر است و وجود دارد ولی آخر چرا شما بگویید ناستنکا چرا چرا در این دقایق نفس آدم تنگی میکند چرا انگاری به افسون به فرمان یک نیروی مرموز زربان نفس تند میشود و اشک در چشمان خیال باز میگردد و شادی شدید و مقاومت ناپذیر سراپایش را فرا می گیرد. چرا شبهای بیخوابی به سرعت برق گویی یک لحظه نشاط و شیرین بی پایان می و چون سپیددم پنجره ای او را با پرتاب گلی خود رنگین می کند و صبح کنج احسانش را با نوری کمجان و خیالانگیز چونان که در همین پترزبورگ ما بسیار هست روشن می کند او خسته و بیرمغ خود را بر بستر می اندازد و با تنفسی از وجد همچون نفس بیماران آشفته و با دلی دردناک از رنجی شیرین به خواب می رود. آری، ناستنکا آدم خود را فریب می دهد و ناخواسته از بیرون یقین می که عشقی راستین و اسیل روح او را بر می انگیزد و دل را می افروزد. ناخواسته باور می کند که در رویاهای ناملموسش چیزی زنده و ملموس نهفته است. وای که چه فریبی، مثلا عشق با همه وجد بی با همه رنج های جانکاهش در دل او راه یافته است یک نگاه به او بیاندازید به این حقیقت پی ببرید ناستنکای عزیز من آیا وقتی به اون نگاه می میتوانید می توانید باور کنید که او کسی را که در رویای مجنونوار و بلند پروازش دوست می داشته هرگز نشناخته است آیا ممکن است که او را فقط در میان اشباه افسونی خود دیده و این عشق فقط در خواب بوده باشد؟ آیا ممکن است که آنها به راستی سالها دست در دست هم نرفته و با هم باقی جهان را انکار نکرده و هر یک دنیا و زندگی خود را با مال دیگری در نیامیخته باشد؟ آیا به راستی ممکن است که آن دختر نبوده باشد که شبی سیاه در ساعت ودا در عذاب اندوهی جانکاه زاری کنان بر سینه دلدارش نقنوده و غرش طوفانی که آسمان نحس را زیر و رو می کرده و سفیر بادی که قطره های اشک را از مژگان سیاهش وا می کنده و می برده نشنیده باشد آیا ممکن است که اینها همه جز خوابی نبوده باشد و با آن باغ حزناور متروک به شکل جنگلی وحشی در آمده با آن راه های پوشیده از گلسنگ راه های خلوت و اندوهباری که اغلب گردشگاه آنها بود و آنها ضمن گردش خود امیدوار بودند و دلتنگ بودند و به هم عشق میورزیدند عشقی که بسیار پایا بسیار پایا و بسیار عمیق میشمردند اینها همه موهوم بوده و این خانه عجیب که خانه نیاکان دلدارش بود و دلدارش مدتی بس دراز در آن به سر برده بود تنها و غم زده با شوهر سال خورده بدخوی خود که سخت کم حرف و بدگمان بوده و در دل آنها وحشت میانداخته زیرا آنها مثل کودکان محجوب بودند و افسرده و دل و عشق خود را از هم پنهان می کردند. وای که چه رنجی می بردند و می ترسیدند. وای که عشقشان چه معصومانه و پاک بود و وای نستنکا. مردم چه بدندیش و موزی بودند. و آیا او آن زن نبود که دلدار خود را بعدها باز یافت دور از مرزهای میهن زیر آسمانی بیگانه در جنوب در شهر شکوهمند و شگفتانگیز جاودانی در زیافت رقصی مجلل در دریای موسیقی در قصری بله حتما قصری بود غرقه در نور روی بالکنی محصور در گل سرخ آنجا زن که دلداده قدیمی خود را باز شناخته بود صورتک از چهره برداشته و به او گفته بود حالا دیگر من آزادم و خود را در آغوش او انداخته بود و فریادی از شادی کشیده و یکدیگر را تنگ بر سینه فشرده بودند فورا رنج اندوه و درد فراغ و عذابهای آن خانه احسان و پیر مرد بدخو و باغ غمانگیز در وطن و نیمکتی را که روی آن زن پس از واپسین بوسه سوزان خود را از آغوش او که از درد نومیدی پریشان بود واکنده بود از یاد برده بودند تصدیق کنید ناستنکای عزیز که وقتی دوست شما که انتظارش را ندارید و جوان بلند قامت تندرست شوخ و بانشاتی است ناگهان در خانهتان را باز می کند و با لحنی که انگار اتفاق مهمی نیفتاده فریاد می زند. من همین الان از پاولوسک می آیم چجوریه که می خورید؟ انگاری می خواهید بال در آورید دست باشه می شوید. سرخ می شوید. مثل پسرکی که سیبی را که از باغ همسایه دزدیده است شتابان در جیب می چپاند بله خدای من کنت پیر مرده است و این فرشته سعادت است که آقابت رسیده است سعادتی وصف ناپذیر و همه از پاولوسک میرسن. وقتی این گفته های برامده از دل تنگم را تمام کردم، غمناک ساکت ماندم. بیاد دارم که بسیار دلم میخواست هر طور شده قاه قاه بخندم. زیرا احساس میکردم که شیطانکی دشمن خود در دلم به جنبش افتاده و شروع کرده از گلویم را فشردن. چانم شروع کرده بود به لرزیدن. چشمانم مرتوب میشد. منتظر بودم که ناستنکا که چشمان هوشمندش گوشاد مانده و سراپا گوش بود، به خنده افتاد. همون خنده کودکانه و پرنشاتی که فروخوردنی نبود و داشتم پشیمان می شدم. از اینکه زیاده پیش رفته بودم و بیهوده حرفهایی را بر زبان آورده بودم که مدتها بود در دلم می جوشید و همه ایشان را از بر بودم. زیرا حکمم را بر خود از دیرباز آماده کرده بودم و اکنون نمی توانستم از خواندن آن خودداری کنم. و اقرار می کنم که انتظار نداشتم که کسی حرفم را دریابد. اما تعجب کردم از اینکه او همچنان و ساکت ماند و پس از اندکی انتظار دست مرا به نرمی فشرد و از سر همدردی محجوبانه پرسید ببینم شما راستی راستی تمام عمرتون رو اینجور گذرانده اید؟ من جوابش دادم بله ناستنکا همه عمرم رو و مثل اینکه تا آخر عمرم هم غیر از این نخواهد بود ناستنکا ناراحت شد و گفت نه این نمی شود اینجور نخواهد شد چون اگر اینطور باشد من هم لابد مجبورم همینطور تا آخر عمر پهلوی مادر بزرگم بمانم گوش کنید شما میدانید که اینجور زندگی کردن هیچ خوب نیست من با هیجانی که دیگر نمیتوانستم پنهان کنم از ته دل گفتم میدانم می میدانم می و حالا بیش از همیشه میدانم که بهترین سالهای زندگیم را ضایع کردم حالاست که به این نکته پی میبرم و آگاهیم از وقتی دردناکتر شده که خدا خود شما فرشته نگهبان را برایم فرستاده که این معنی را به من بگویید و به من ثابت کنید. حالا که کنار شما نشستم و با شما حرف میزنم و با آینده فکر میکنم میترسم. زیرا در آینده باز تنها میشوم. باز همان هرمان است و همان زندان و همان زندگی بی حاصل. و جایی که من در بیداری در کنار شما اینقدر شیرین کام بودم دیگر به چه رویایی میتوانم دل خوش کنم. آه خوشبخت باشید دو شیز نازنین که مرا از همان اول ترد نکردید و من میتوانم بگویم که دست کم دو شب از عمرم را به راستی زنده بودم ناستنکا که اشک در چشمانش برق میزد فریاد برآورد که وای نه نگویید نه دیگر اینطور نخواهد ماند ما اینجور از هم جدا نمیشویم دو شب یعنی چه وای ناستنکا ناستنکا هیچ میدانید با این حرفتان برای چه مدت مرا با خودم آشتی دادید میدانید که من حالا دیگر طوری که گاهی پیش می آمد از خودم بدم نخواهد آمد؟ میدانید که شاید دیگر قصه نخورم از اینکه کار بدی کردم و مرتکب گناهی شدم؟ زیرا این جور زندگی جنایت است، گناه است و فکر نکنید که مبالغه می کنم. شما را به خدا این فکر را نکنید. ناستنکا زیرا من بعضی وقتها به قدری قصه دارم به قدری نامیدم که چون من در این اوقات به این فکر می کنم که هرگز نخواهم توانست درست زندگی کنم چون این جور وقتها فکر می کنم که توانایی سنجش و بینش و احساس واقعیت را از دست دادم چون خودم را لعنت کردم چون همیشه بعد از این شبهای رویا هوشیار می شدم و این هوشیاری نمی دانی چه تلخ است وقتی آدم هوشیار می شود هیاهوی انبوه مردم را در اطراف خود می شنود که در گردباد زندگی حرکت می کنند. میبیند و میشنود که مردم زندند و بیدارند. می بیند که در زندگی بر آنها بسته نیست. می بیند که زندگی مردم دیگر مثل خواب و خیال بر باد نمی رود و نابود نمی شود. زندگیشان پیوسته تازه می شود و همیشه جوان است و هیچ لحظه ای از آن به لحظه دیگر نمیماند در حالی که خیال های آمیخته با ترس، قمنگیز و در نهایت فلاکت یک نواخت است. اسیر سایه است بنده ذهن است و برده اولین قطعه ابری که ناگهان بر خورشید پرده بکشد و دل راستین اهالی پترزبورگ را که به آفتاب خود عشق میورزند در چنگال اندوه بچلاند در اندوه در اندوه کجا نقش خیال انگیزی آف شده آدم احساس می کند که این مرغ خیال که همیشه در پرواز است عاقبت خسته می شود. با آن تنش دائمیش رمق میبازد زیرا آدم در عالم خیال بزرگ می شود و از آرمان گذشتش در می گذارد. آرمان گذشته داغان می شود و به صورت قبار در می آید. و اگر زندگی تازهی نباشد آدم باید آن را با همین قبار مرده باز بسازد و در عین حال روح چیز دیگری لازم دارد و آن را می خواهد. مرد خیال باز بیهوده خاکستر خوابهای کهنه را زیر و رو می کند و در آنها شرارکی می جوید تا بر آن بدمد و آن را شعله ور کند و با آتش باز افروخته دل سردی گرفته خود را گرم کند و باز آنچه در گذشته آنقدر دلنشین و روحانگیز بود و خون را به جوش می آورد و چشمها را پر از اشک می کرد و فریب شیرین بود دوباره زنده کند ناستنگا هیچ میدانید کار من به کجا کشیده بود میدانید من مجبورم که سالگرد رویاهای خود را جشن بگیرم سالگرد آنچه را که زمانی برایم دلچسب بود اما در واقع هرگز وجود نداشت زیرا این جشن یادآور رویا پردازی های بیمنی و وهمگونه گذشته است رویا های احمقانه ای که دیگر وجود ندارند زیرا چیزی ندارم که جایگزین آنها کنم آخر رویا را باید تجرید کرد باورتان می شود که حالا دوست دارم در روزهای معین جاهایی را که در آنها به طریقی خوش بودم زیارت کنم و یادشان را گرامی بدارم. دوست دارم که امروز خود را در هماهنگی با دیروز باز نیامدنی نو بسازم و اغلب با دلی گرفته و زده در خیابانها و کوچه پس کوچه های پترزبورگ مثل سایه پرسه میزنم. بیان که آنجاها کاری داشته باشم یا هدفی را دنبال کنم. و چه خاطره هایی. مثلا به یاد دارم که همینجا درست یک سال پیش همین وقت همین ساعت در همین پیاده رو درست مثل حالا تنها و مثل حالا غمگین و سرگردان بودم بیاد می آورم که آن روز هم رویاهایم پر از اندوه بود و گرچه پیش از آن وضع بهتر نبود با وجود این احساس می کردم که زندگی پیش از آن انگاری آسان تر بود و البته آرام تر بود و این فکر سیاه اینجور به ذهنم بند شده نبود و جانم اینجور در سیاهی قوتور نبود و این ندامت روحازار این قصه های سیاه که شب و روزم را آرام از من می بایند نبود و آدم حیران است که پس این رویاها ها کجا رفتند و آدم از روی بخت سر می جنباند و در دل میگوید که عصر چه زود میگذرد آدم از خود میپرسد که تو با این سالها که گذشت چه کردی؟ بهترین سالهای عمرت را کجا در خاک کردی؟ زندگی کردی یا نه با خود میگویی نگاه کن ببین این دنیا چه سرد می شود سالها همچنان میگذرد و بعد از آنها تنهایی غمبار است و اسای ناستوار پیری به دستت می دهد و بعد حسرت است و نومیدی دنیای رویاهای رنگین رنگ می بازد هایت مثل گل های پژمرده گردن خم می کنند و مثل برگ های زرد از درخت خزان زده می ریزند. وای ناستنکا تنها ماندن سخت محسون خواهد بود محسون است که حتی کاری نکرده باشی که افسوسش را بخوری هیچ 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 زیرا آنچه بر باد رفته چیزی نبوده است هیچ یک هیچ احمقانه و بیمعنی همه خواب بوده است ناسنکا اشککی را که در چشمم بود پاککنان گفت خب دل مرا بیش از این نسوزانید این قصه ها دیگر سر اومد ما از این به بعد با هم خواهیم بود حالا دیگر هر چه پیش آید هرگز از هم جدا نخواهیم شد گوش کنید من یک دختر ساده ام گرچه مادر بزرگم برای معلم گرفته بود اما درسی که درس باشد نخواندم ولی درد شما را میفهمم چون همه چیزهایی که برایم تعریف کردید زمانی که مادر بزرگم مرا به خود سنجاق میکرد به سر خودم آمده البته من نمیتوانم به خوبی شما تعریف کنم چون من تحسینی نکردم اینها را با کمرویی افزود زیرا حرفهای غمانگیز و لحن سلیس هم در دلش به نوعی احترام القا کرد. ادامه داد ولی خیلی خوشحالم که در دلتان را اینجور برایم باز کردید حالا من شما را میشناسم خب همه چیزتان را میدانم میدانید من هم میخواهم داستان خودم را برایتان تعریف کنم همه چیز را بیان که چیزی را پنهان کنم در عوض شما به من خواهید گفت چه کنم چون شما جوان فهمیده و باهوشی هستید قول می دهید که راهنماییم کنید؟ من جواب دادم وای ناستنکا من گرچه هرگز به کسی راهنمایی نکردم و از آن بدتر راهنمای فهمیده و سنجیده ای نیستم ولی می بینم که اگر ما همیشه این طور با هم باشیم کارمان خیلی عاقلانه خواهد بود و هر یک می تواند با آن یکی راهنمایی های خیلی مفیدی بکند. حالا ناستنکای خوب و مهربان من چه راهنمایی می به سراحت بگویید چه میخواهید و من به قدری شاد و خوشبخت و جسور و هوشمند شدم که کلمات به راحتی مثل گل بر زبانم خواهد شکوفید ناستنکا خندید و حرفم را برید که نه 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 من فقط راهنمایی هوشمندانه نمیخواهم راهنمایی صمیمانه و برادرانه میخواهم از کسی که انگاری تمام عمر دوستم داشته است من که چیزی نمانده بود از شادی به رقص آیم از ته دل گفتم خب کافی است ناستنکا کافی است اگر هم از 20 سال پیش شما را دوست داشته بودم عشقم به شما به اندازه امروز نمی بود ناستنکا گفت دستتان را بدهید دستم را به او دادم و گفتم این هم دست من خب این هم داستان من